هفته پیش رو هفته بسیار مهمی هستش چه برای آمریکا چه برای دنیا و چه برای بازارهای مالی انتخابات آمریکا در پیچ هست و طبیعتاً چشم همه شرکت کننده های بازار به این موضوع جلب هستش بریم با هم ببینیم که اوضاع از چه قراره هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاد هفته پیش رو چطور خواهد بود مثل همیشه نگاهی به آنچین و البته تکنیکال ها خواهیم داشت برای بیت کوین بازار بورس آمریکا و سایر بازارها با ما همراه باشید خب همیشه با نگاهی به هفته گذشته با هم آغاز میکنیم روز چهارشنبه سیوم اکتبر ADP نان فارم Employment Change اعلام شد همونطور که هفته پیش گفتیم اشتغال یکی از موضوعات اصلی هستش که نگاه بازار الان بهش هست و ADP نان فارم Employment Change یه جورایی یه پیش بینی دو سه روز زودتر از عدد رسمی هستش که اعلام میشه پیش بینی که اعلام شد این بود که برخلاف انتظارات که 110 هزار تا شغل جدید غیر کشاورزی قرار بود اضافه بشه 233 هزار تا شغل جدید ایجاد اضافه شده بود و خب این یه جوری خیال بازار رو شاید ناراحت کرد و نگران کرد چرا که بیشتر داشت به این سمت نشون میداد که خب آقا رکود اوضاعش حل شغل کماکان دارن به وجود میان خیلی بیشتر از انتظارات هم دارن به وجود میان و خلاصه همیشه اوکی و فد میتونه کما میتونه یه سر سفگیرانه تر ادامه سال و ابتدای سال آتی رو پیش ببره اما عدد اصلی که اعلام شد در روز جمعه اینطور نبود NFP که در روز جمعه اعلام شد انتظار 106 هزار تا رشد رو داشت و فقط 12 هزار تا شغل جدید غیر کشاورزی ایجاد شده بود خب که یه روی دوباره اون مسیر رو برگردون اون سر ترازو رو برگردون در کنار اون روز پنجشنبه پی سی ایندکس رو داشتیم که نرخ تورمی هستش که فد براش خیلی مهمتر هست برخلاف سی که بازار بیشتر بهش توجه میکنه و طبق انتظارات اما سه دهم درصد ماه به ماه افزایشی رو داشتیم و این از ماه گذشته بیشتر بود اندازه انتظارات بود اما کماکان تا حد قابل قبولی نگران کننده میتونه باشه برای فدرال ریزرو از طرفی آن ایمپلویمنت کلیم ها حدود انتظاراتی کمی کمتر از انتظارات بودن درخواست بیمه بیکاری های جدید ولی به نظر میرسه که تا, تا اونجای داستان که رسیده بودیم حداقل برای بیت کوین یه کمی توجه ها بیشتر رفته بود و الان هم همینطور هست رفته به سمت انتخابات آمریکا که هفته پیش رومون هستش روز پنجم نوامبر روز انتخابات هستش در آمریکا معمولا چند روز طول میکشه که نتایج بیاد بستگی داره البته سر سالهایی داشتیم که فردا صبحش نتایج مشخص بوده با توجه که چند تا ایالت بتونن که قطعی بگن که به چه شکل پیش رفته بعض موقع طول میکشه ممکن دو سه روز ممکن حتی هفته ها طول بکشه ولی خب خبر اصلی هفته آینده روز پنج شنبه خواهد بود همچنین روز از روز سه شنبه هفته آینده خواهد بود روز پنج شنبه هفته آینده هفتم نوامبر نرخ بهره رو خواهیم داشت از فدرال رزرو تقریبا در این لحظه که الان سه روز خورده فاصله داریم باهاش تقریبا بازار مطمئن هستش که قرار کاهش نرخ بهره 25 درصدی این هفته اتفاق بیفته و پرایس این هم شده من فکر نمی‌کنم که اتفاق خاصی رو به قرار بشه ببینیم در روز اعلام نرخ بهره اما هنوز بازار تصمیمش قطعی نیستش برای جلسه بعدی که در 18 دسامبر 2024 هستش بالای 80 درصد بازار انتظار داره که 25 درصد کاهش دیگه داشته باشیم اما حدود 15 درصد 15, 15 درصد بازار معتقد هستش که در آخرین جلسه 2024 که در دسامبر هستش تغییر نرخ بهره نخواهیم داشت خب پس این از اوضاع اقتصادی و چیزهایی که در پیش روی ما هستش برای هفته آینده اما اگر بریم و سری بزنیم به دنیای آنچین و معیارهای دیگه به طور خاص در مورد بیت کوین یکی لیکویدیشن هیت مپ رو داریم خیلی حرف جدیدی اینجا نیستش بنابراین من از روش رد میشم اما شورتم هولدر اس پیار اینجا خیلی واقعا جالب هستش که با, با, وجود اینکه در دو سه روز اخیر ما این کندل های قرمز رو داشتیم بعد از روز سه شنبه که تا 72000 دلار بیش از هزار دلار قیمت بیت کوین بالا رفت اما و بعدش ریزش داشت این ریزش ها اما تاثیر قابل توجهی روی شورتم هولدر اس و پیار نذاشته و این دوباره تاییدیه دیگه هستش که در بازار اسپات قدرت وجود داره و این اس... به نظر میاد که حداقل روند کماکان ادامه داره من تا وقتی که شورت مدل اس پی بالای یک هستش و خودش بالای یک نگه میداره میتونم بگم که حداقل از دیدگاه تریدرهای های بازار اسپات اوضاع خوب هستش اما یک نمودار دیگر رو هم امروز میخواستم با هم نگاه بکنیم در دنیای آنچین و اون بیت کوین دیز دیسترویت هستش بچه هایی که دوره آنچین رو برداشتن با این ایندیکاتور آشنا هستن و به طور کلی خیلی ساده و خلاصه اگه بخوایم توضیح بدیم این, این داره نشون میده که بیت کوین هایی که خرج میشن در هر روز چه مقدارشون اولا چقدر بیت کوین خرج شده و هر بیت کوینی که خرج شده چقدر عمر داشته و جوری مجموع اینها انتگرال اینها هستش و این چی رو به همون نشون میده معمولا وقتی که ما به قله های بزرگ بازار نزدیک میشیم یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که کوین های قدیمی شروع میکنن به جابجا جا شدن یا از بین رفتن و توی قله های قبلی همش این رو دیدیم و چیزی که الان خیلی جالب هستش اینه که در چند روز اخیر اصلا این میار بالا نرفته که هیچ پایین هم اومده نشون میده که کوین های قدیمی حداقل الان در حال خرید و فروش نیستن یا اگر هم مثلا مقدارشون خیلی کم هستش دیدگاه جالبی هستش که بخوایم بهش نگاه بکنیم اما اگه سعی بخوایم بزنیم به بازار فیوچرز ها و بیایم یک سال اخیر رو نگاه بکنیم چیزهای جالبی میتونیم ببینیم اول از همه نگاهی به اوپن اینترست خواهیم داشت که مجموعه در واقع پوزیشن های لانگ و شورت هستش الان رو میخوام مقایسه بکنم با حدود مارچ سا امسال سال 2024 و تقریبا از لحاظ اوپن اینترست همونجا هستیم یه ذره بالاتر هستش نشون میده که مجموع ترید شورت و لانگ خیلی بیشتر هستش طبیعتا در این لحظه حداقل تریدر های شورت و قابل توجهی داریم چرا که یک سقف خیلی مشخص یا آلتایم های خیلی مشخص هستش و بسیار نزدیک هستیم بهش و طبیعتا آدم ها رو میکشونه به این سمت که بخوان ترید شورت باز بکنم با استاپ لاسی همونجا اما موضوع دیگه ای که جالب تر هستش در مورد فاندینگ ریت هستش اینو یکی از دوستان در گروه گنج هم فرستاده بودم داره و واقعا چیز جالبی میشه از اینجا دیدش اگر نگاه بکنیم به فاندینگ ریت که یه تفاوت دو کفه ترازوی لانگ و شورت رو داره نشون میده روی بیت کوین میتونیم ببینیم که در مارچ اگر برگردیم که آلتایم هایی زده شد میبینید که مقدار خیلی زیادی ما فانگریت مثبت داشتیم به این معنا که مقدار لانک ها بسیار, بسیار بسیار بیشتر از مقدار شورت ها بود اما با گذر زمان و الان که تقریبا در همون قیمت هستیم میتونیم ببینیم که مقدار فاندینگ خیلی خیلی کمتر هستش این در کل نشانه خوبی هستش ما برای اینکه بتونیم یک روند پرقدرت و ادامه دار داشته باشیم نیاز داریم که اغلب حرکت از بازار اسپات بیاد نه از بازار فیوچرز ها و این چیزی هستش که اینجا داریم میبینیم در نگاهی به شورت مورد و پیار و اگر فاندینگ رو در کنارش بذاریم و مقایسه بکنیم با گذشته میتونیم ببینیم که این موضوع کاملا مشهود هستش خب پس این از دنیای آنچین و ایندیکیتور هایی که در این دنیا میتونیم ببینیمش اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ تکنیکال ها بد نیست نگاهی به پالی مارکت هم بندازیم جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم در مورد بازارهای شرطفندی در مورد پیروزی آقای ترامپ و یا خانم هریس و خب اتفاقی که افتاد این بود که این هفته یک کمی جهت جهت این روند برعکس شد آقای ترامپ حتی تا 66.9 درصد هم رسید احتمال بردشون با توجه به این بازار شرطفندی اما در طی هفته کاهش داشت و الان 54 درصد پیش بینی میشه که آقای ترامپ بتونه برنده بشه و 45 درصد خانم هریس و این طبیعتاً ترثیر مستقیمش رو روی بازار کریپتو گذاشت همونطور که میدونیم آقای ترامپ و بسیار بیشتر طرفدار کریپتو به نظر میان تا رقیبشون و خب طبیعتاً بالاتر رفتن احتمال پیروزی ترامپ میتونه این قضیه رو بیشتر کنه یادآوری میکنم که این احتمالات احتمالات واقعی نیستش صرفا پیش بینی ها و مقدار شرفندی هایی هستش که انجام شده روی اینکه احتمالا چه کسی برنده میشه بسیار عالی بریم سراغ تکنیکال ها. بیت کوین چارت بسیار جالبی رو داره تجربه میکنه و برای من به شخصه واقعا لذت بخش است امیدوارم برای شما هم لذت بخش باشه این مسیری که دنبال کردیم در طی چند ماه اخیر خیلی قشنگ داره خودش رو نشون میده اتفاقاتی که افتاد این بود که اول از همه شکست او بی, بی, رو ما اینجا داشتیم زمانی که هنوز تقریبا وسط های کانال بودیم و تونستیم بگیم که خب روند نزولی به پایان رسید و این رو به ما نشون داد با هایر های ها و هایر لو ها و نشونه اصلی تغییر روند رو اینجا تونستیم ببینیم شکست این کانال رو دیدیم و الان اگر صرفا بخوایم قیمت نگاه بکنیم شکست و تست این کانال سبز رنگ رو داریم می‌بینیم از طرف دیگه وقتی این روند سعودی شروع شد اون این دو تا خط زرد رنگ رو در او بی وی و در قیمت کشیدیم و گفتیم که اینها به اون مرز ما خواهند بود که شکست اینها چه در او و چه در قیمت میتونه نشون ب... نشونه این که خب این روند سعودی نتونسته دامه پیدا کنه به هر دلیلی به پایان رسیده چی داریم میبینیم کماکان چند چند هزار دلاری فاصله داره قیمت اکنون با خط روند خط روند زرد که کشیدیم و اگر قرار باشه پایین تر بیاد من تعجب نمی کنم که اگر قرار باشه قیمت های هول ها 65 هزار دلار رو بخوایم ببینیم اما چیزی که جالب تر هستش اینه که با برگشت و تست این خط سبز رنگ این بالای کانال سبز رنگمون اینجا این دقیقا همزمان شد با تست OBV از خط زرد رنگش این پایین و خب اینا نشونه استراکچر در بازار هستش نشونه ساختار در بازار هستش و تا موقعی که این ساختار خودشون رو نگه دارن تا موقعی که خط زرد خط سبز بتونه خودشون رو در OBV و قیمت نگه دارن به نظر من کماکان اتفاقی نیفتاده اگر بخوایم هفته به هفته و مقایسه بکنیم از هفته گذشته تا این هفته خب این هفته در نهایت هفته کمی مثبتی بود در این شکی نیستش ولی خب روند کماکان حفظ شد کماکان قله های بالاتر و دره های بالاتر داره زد در زده میشه در بیتان خیلی مرتبط خواهد بود به اتفاقاتی که در انت... انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیفته و هفته خیلی سختی است برای ترید کردن من پیشنهاد میکنم که از ترید های لفرش دار به شدت دوری کنید این هفته چون خیلی با قمار تفاوتی نداره اگر اسکلپ میکنین اگر میدونید این چی کار میکنین اوکی او من اصلا پیشنهادی براتون ندارم اما اگر که یک کمی شک دارین چیزی نیستش این یک هفته در پنج هفته سال رو اگر ترید نکنید اتفاقی نمیافته صبر کنید که بازار شکل خودش رو بگیره روند, خود، روند ها شکل بگیرن و با توجه به اون ترید بکنید اما اگر سرمایه گذار هستین اگر آقای ترامپ الان دارم روی صحبتم با سرمایه گذاران هستش اگر آقای ترامپ انتخاب بشه من انتظار دارم که یک در کوتاه مدت حداقل خوشحالی قابل توجهی برای بیت کوین ببینیم ولی خب اینجوری نیستش که چون های ترامپ اومد دیگه از اینجا به بعد فقط کندل های سبز کنیم داشت نه اون روندهای همیشه همیشگی اون حرف های رو باید یادمون باشه کماکان ریزش های قابل توجه وجود دارن ولی خب بیت کوین در اون تریجکتوریش راحت تر حرکت میکنه اگر خانم هریس انتخاب شه یک کمی اوضاع بدتر خواهد بود برای بیت کوین حتی ممکنه که در کوتاه مدت فشارهای قابل توجهی رو روی بیت کوین ببینیم ولی من نگاه همین هستش که در طولانی مدت خیلی این موضوع فرقی نمیکنه به خاطر هزار یک موردی مرد که قبلا صحبت کردیم که بیت کوین از در واقع قانونگذاری های خوب میتونه تاثیرات خیلی خوبی بگیره در کوتاه مدت ولی خب در بلند مدت خیلی این قانونگذاری ها تاثیری ندارن به خاطر فلسفه بیت کوین و به خاطر در واقع ساختاری که بر به اساسش ساخته شده پس این صحبت های من بود از در مورد بیت کوین در مورد طلا کماکان ما داریم روند قدرتمند سعودی رو میبینیم در طلا کماکان تنش های خاور میانه سر جاشون هستن من شما احتمالاً بیشتر از هر کسی دیگه در دنیا درگیر این موضوعات هستیم و خب این انتظار میره که یکم کمی افس... این روند سعودی طلا ادامه داشته باشه ببینیم که چطور خواهد شد ولی فعلا با این روند نجنگین وقت جنگیدن با روند ها نیست هیچ وقت وقت جنگیدن با روند ها همش سعی کنید از همراه بشین بازار بورس آمریکا فشار قابل توجهی رو هفته گذشته دید به جز یکی دو تا سهمی که تونستن با قدرت بیان بیرون از هفته ارنینگ ها مثل تسلا و اینتل بقیه بازار خیلی بهش خوش نگذشته هفته پیش و میتونیم که این رو ببینیم اگر که بخوایم به OBV نگاه بکنیم اگر بیایم و روی SPX رو به عنوان مثال بخوایم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که OBV هم خیلی خوشحال نیست کماکان داره سعی میکنه که این حمایت رو اینجا نگه داره اما به نظر نمیاد که خیلی قدرتمند باشه و این قله های پایین تر و دره های پایین تر نشانه های خوبی برای بازار بورس آمریکا نیستن طبیعتاً دوباره نگاه ها بسیار به انتخابات هستش و طبیعی هستش که خیلی از همه گذارهای چند قدمی عقب بیان ببینن که چی به چیه و بعد از اون دوباره تصمیمات جدید بخوام بگیرن در مورد این موضوع در مورد اتریوم ما هفته پیش هم صحبت کردیم اتریوم یه جورایی جا مونده از این حرکت بیت کوین مثل خیلی از آلت کوین های دیگه ولی خب به نظر میاد که اگر قرار باشه مخصوصا روند بیت کوین ادامه دار باشه در جای خوبی هستیم برای اتریوم نسبت به دلار حداقل و این هم گفتم که انتظار نباید داشته باشیم که اتفاقاتی که سایکل های قبلی برای بیت کوین برای اتریوم افتاد یا برای آلت کوین ها کلا افتاد قرار باشه امسال هم این سایکل هم به همون شکل بیفته علتش هم گفتم بالاخره ما بخش قابل توجهی از لیکویدیتی بیت کوین داره از ETF ها میاد همچین چیزی خیلی به بقیه آلت کوین ها نمیرسه و به نظر میاد که دنیا داره به سمت این پیش میره دنیای کریپتو حداقل به سمت این پیش میره که یه کمی اون حرفایی که شاید ما چندین سال پیش میزدیم رو یکمی کمی بهتر باور کنه اینکه خیلی از آلت کوین ها اگر شما بریم بگردین شاید واقعا 99 درصد آلت کوین ها اصلا دلیلی برای وجود داشتن ندارن صرفاً یک بازی هستند برای اینکه کسانی که ساختنشون بتونن پول لر بیارن و خب به نظر من این خیلی مثبت هستش که بازار کم کم داره آدمایی توی بازار کم کم داره این موضوع رو متوجه میشن هرچند که خیلی ها به روش خیلی سختی با از دست دادن پول قابل توجهی به این نتیجه رسیدن ولی خب چیزی بود که بالاخره باید اتفاق می و برای اینداستری برای صنعت کریپتو این موضوع در طولانی مدت موضوع مثبتی هستش میگم خیلی الان نامید خواهد کرد خیلی تا الان نامید کرده و بیشتر از این هم نامید خواهد کرد اما در کل موضوع مثبتی هست اگر قرار باشه که این وسط آلت کوینی بخواد دوم بیاره بعد در این رکنینگ در, این در واقع روی رویی که وجود دارد شاید همین اتریوم و شاید سولانا یا دو تا ارز بزرگ باشند که بتونن خودشون رو نگه دارن پس حواستون رو جمع بکنید این موضوعی که داره اتفاق میفته نمیگم که هیچ آلت کوینی بالا نمیره حالا من منتظر باید باشم که یکی دو هفته دیگه شاید یکی دو ماه دیگه شاید یکی دو سال دیگه کامنت روی این ویدیو ببینم که شما گفتین همچین اتفاق میفته چرا فلان کوینی که عکس یک گربه بود چرا تونست انقدر بره بالا پس پس چی شد میگم من نمیگم اونا نمیشه من دارم میگم که بازار داره به این سمت پیش میره بسیار عالی یه نگاه نهایی اگه بخوایم بکنیم به تک تک بازار در واقع بازار بورس آمریکا میگم تسلا یکی از محدود شرکت هایی بود که تونست در ارنینگش خیلی قابل توجه جلو بیفته از انتظاراتی که وجود داشت و برگردوندش به بالای این در واقع مقاومتی که اینجا وجود داشت اتفاق خیلی عجیب و غریبی نیفتاد اگر مخصوصا اگر که دو سه ماه اخیر رو در نظر بگیریم میتونیم ببینیم که همون جایی بود که در اوایل اکتبر به عنوان مثال قیمت قرار داشت ولی خب به حال این جامپ جامپ قابل توجهی بود و طبیعتا اخبار قابل توجهی هم به خودش جلب کرد اینتل هم همینطور هرچند که در درصد اگر به نمودار نگاه بکنی اصلا به نظر نمیاد که ارنینگ خیلی خوبی بود داشته بوده باشه ولی خب یک جامپ هفت درصدی همینجا دیدش اگر بخوایم به بقیه بازار نگاه بکنیم رابین هود رو داریم کمتر از انتظارات ارنینگش اعلام شد و همین باعث ریزشش شد اینا میتونه موقعیت جالبی باشه من هنوز کمی زوده برام که بخوام دوباره وارد بشم و بخوام خرید دیگه روی رابین هود داشته باشم اما فکر که جا داره یک پایین ولی خب قبلا هم گفتم رابین هود به نظر من از اون شرکت هایی هستش که آینده قابل توجهی داره و دیپ های قابل توجهش برای من جذاب خواهند بود اگه یادتون باشه اینجا یه دونه خرید با هم کردیم در 15 دلار که الان هم به طور قابل توجهی در سود هستش اما به شرکت های ماینینگ بیت کوین نگاه کنین طبیعتا کوریلیشن قابل توجهی با بیت کوین دارند و ریزش بیت کوین در دو سه روز اخیر تحص... طبیعتا بی تاثیر روی اینا نبوده هرچند که یک قله قابل توجه در 25 دلار رو تونستیم برای هات ببینیم ولی خب الان برگشتیم یه جورایی شاید به این خط روند خیلی خیلی پرشیبی که اینجا میشه کشید ولی من ترجمه میدم نکشمش ولی اگر دوباره به OBV نگاه بکنیم میتونیم که روند OBV بسیار پرقدرت سرجاش هستش و این یه ذره خیالها رو راحت میکنه البته اینم بگم که ارنینگ هات یه کمی با فاصله داره در 13 نوامبر یعنی هفته بعد نه هفته بعدش اتفاق خواهد افتاد همچنین رایت رو داشتیم یکی گفتم یکی از ماینرهایی که کمی ضعیفتر هستش در این عرصه ارنینگ منفی داشت منفی وقتی میگم این یعنی که بدتر از انتظارات رو داشت انتظاراتش هم اونقدر بالا نبود و خب این باعث تصیحش شد اما کماکان حتی اینجا هم میتونیم ببینیم که اوضاع اوبیوی اونقدر بد نیست به قدرتمندی هات نیستش او بی ولی باز هم با وجود این ریزش بزرگ بازم بد نیست و اینا برای من نشانه دیگری هستش بیشتر به سمت خود بیت کوین به سمت خود قیمت بیت کوین که که این ریزش ها بر میگم این همون حرفیه که شورت هولدر داره به ما این این ریزش ها را به چشم فقط شاید پول هوشمند بخوایم اسمش رو بزنیم پول هوشمند به چشم موقعیت خرید داره نگاه میکنه در حالی که چهار ماه پیش سه ماه پیش اصلا اینطور نبود و ریزش ها بیشتر جنبه فرار داشتش برای پول های بزرگتر بسیار عالی خیلی خوشحالم که تا اینجا کار همراه ما بودین سخن آخر این که دوباره هفته بسیار سختی خواهد بود برای ترید کردن در این بازارها پس حواستون به خودتون و به پول هاتون باشه ممنون از اینکه تا اینجا بودین لایک و سابسکرایب فراموش نشه هفته دیگه میبینم سادی تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باشه